شرح زیارت رجبیه. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. ضمن عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز، به دنبال عرائزمون پیرامون شرح دعا و زیارت رجبیه، اون هم زیارتی که دریایی مواج از معارف بلند پایه خاندان عصمت و طهارت رو در بر داره، با توجه به اینی که یه چنین مضامین عالیه‌ای رو در این زیارت ما میخوام پی بگیریم، بد نیست قبل از وارد شدن به اون جملات و فرائضی که انصافاً بلند مرتبه است و نیاز به معانی فراوان در بیانش داره، و اون جمله این جمله است که لا فرق بینها بینک و بینها الا انهم خلقک و عبادک، یا به عبارت دیگه لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، رتقها و فتقها بیدک، بدعها منک و عودها الیک، اعزاد و اشهاد و منات و عضواد و حفظتون و رواد، فبهم ملأت سماعک و ارزک تا ظهرن لا اله الا الله. قبل از ورود به بیان و تبیین دو سه فقره و دو سه کلمه از این جملات، مقدمه ای رو در اینجا مطرح میکنم. با اون مقدمه اینه، یه عده ای رو منتسب می کردن به این که اینها در مقام معرفت خاندان عصمت و طهارت افراطی هن، یه عده ای تفریطی، یعنی یه عده ای قالی و یک عده ای تالی. قالیان کیانند که بر محور او ما نگردیم، به نص قرآن لا تغلو فی دینکم نشویم، کسانی که از مرز عبودیت خاندان عصمت و طهارت رو بالا بردند و معتقد شدند به این که امیر مؤمنان اهل بیت خدایند، که حضرات معصومین علیهم السلام در بیانات فراوان از اینها بیزاری جستند و گفتند که گوشت و خون و همه وجود ما، معارف ما، عقاید ما از اینها بیزار است، که چنین مطالبی صحیح نیست. به صراحت فرمودند ایاکم و الغلو فینا انا عبید و مربوبون و قولو فی فضلنا ما شئتم، ما رو بر حذر باشید از این که خدا بخوانید، ما بندگانی هستیم که پروردگار داریم، هرچه داریم از خدا داریم، آنگاه در فضل ما هرچه خواهید بگویید. نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم لا تتجاوزو بن العبودیه، ما را از بنده بودن خدا فراتر نبرید، اما آنچه میخواهید بگویید، بدانید که به کنه معارف ما، مطالب ما، معرفت ما نمیرسید. تصریح میفرمودن حضرات معصومین که احذروا علی شبانکم الغلات، به جووناتون بیاموزانید که شروری که از جانب غلات اونها رو فرا میگیره اونها رو گمراه میکنه. با توجه به این مقدمه که فرمودن نگذاری جوانان شما رو شر غلات فرا بگیرد، کسانی هستن این غلات که یسقرون عظمت الله، خدا رو کوچک میشمارن و ادعا ربوبیت برای بنده خدا میکنن، که از این معنا ما به دست میاریم که غلو صحیح نیست. اون هم غلوی که نصارا برای عیسی مسیح میکردند، که میفرموید ولا تبلغو و ایاکم والغلو که غلو نصارا، این چنین نگویید که ما از او بیزاریم، ولیکن اون چه میخواید بگید در شأن ما بگویید. حالا با توجه به این مقدمه که نباید خاندان عصمت و طهارت را خدا خواند، خدا را در مرز
پروردگاری باید حفظ کرد با اون اعتقاد صحیحی که شیعه از حضرات معصومین داره و از سوی خاندان عصمت و طهارت رو در بلندای معارف باید به حدی رساند که بفهمیم به کنه معارف اونها ابدا ما نمیتوانیم برسیم. با توجه به این معنا این فقره ای از دعا مورد توجه است که میفرماید لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فرقی نیست بین تو و بین ایشان الا این که آنان خلق تو بندگان تو هم. این لا فرق بینک و بینها اگر به صرافت باشد به همین ظاهر انسان بگیره این که کفر است، فرقی نیست بین خدا یا بین تو و بین اینها، اونهایی که حالا این ضمیر بینها انهم عبادک و خلقک که بعد داره و قبلش داره که لا فرق بینک و بینها، اینها رو چه به ولات هم برگردونیم که اونها رو قبلا توضیح دادیم، چه ضمیر رو برگردونیم به اون معانی تفاوت نمی کنه، چون اون معانی هم معانی خلقی بود که بیان داشتیم که اون هم شؤونات بلند پایه خاندان عصمت و طهارت بود، فرقی نداره، فرقی نیست خدا یا بین تو و بین اون معانی، فرقی نیست بین تو و بین کسانی که اونها ولات امرند و اون اوصاف مقاماتی که و علاماتی که انتو صلی علی محمد و آل محمد. با توجه به این معنا باید یک معنای صحیح برای پیدا کنیم. اولا لا فرق بینک قطعا کفر است، به حسب ظاهر فرقی نیست. وقت دعا رو پس باید چجوری معنا کنیم؟ این زیارت بلند پایه رو باید ما توحید رو بشناسیم و این بده که برای فردی که امام معصوم فرموید 70-80 سال ازش بگذره توحید رو نشناسه. توحید ما اینه که خدای عزوجل ذات قیوم احدی ازلی ابدی هست که ابدا ذات او مورد تعریف و توصیف احدی واقع نمی شود. خدای عزوجل از حیث حقیقت حقیقتی است که ابدا به تعریف هیچ خلقی در نمیاد و به کنه ذات او رسیده نمی شود. در مقام اثبات او به براهین مختلف بر بود او اثبات او انسان اظهار برهان میکنه به آیه و اثر و نظم و حکمت و غیره و غیره، اما در مقام ذات اون حقیقتی است که لا یتوهم است لا یوسف است. اما خدای عزوجل خودش رو معرفی فرموده که معرفت از صنع خداست، خودش رو معرفی فرموده و اولیاء خدا او رو بیان فرمودن به اون گونه که خدا خودش رو معرفی کرده به زبان وحی و قرآن و اولیاء خودش. ما باید خدا رو بشناسیم. شناخت پروردگار به آن است که خدای عزوجل رو باور کنیم، نه به ادراک عقل، نه به تصور، نه به توهم، نه اینکه اعتقاد پیدا کنیم با اون مطالبی که عرفا و صوفیه و شیخیه و گروه های مختلفی در باب معرفت حضرت حق حرفایی زدن که هر کدوم اونها انحراف از طریق حضرات معصومینه. اون معرفتی که پیغمبر و اهل بیت این پیغمبر در مقام معرفی با آوردن قرآن بیان فرمودن مسیر صحیح صراط پاکیزه طریق درستی است که در باب شناخت حضرت حق جل و علا باید خدا رو شناخت. این قدم اول. قدم دوم در معرفت خاندان عصمت و طهارته که باید در مقام معرفت خاندان عصمت و طهارت معیار معرفت به دست بیاد. گرچه حق معرفت، قدر معرفت، مقدار شناخت به خاندان عصمت و طهارت امری صعب و مستصعب که لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن، کسی رو حتی اینا رو نمیتونه. اما اون معرفتی که با کنه معرفت حضرات معصومین علیهم السلام بخواد انسان برسه ممکن نیست. هر کدوم این بیانات نیاز به بررسی فراوانه. اون حقایقی که خدای عزوجل اونها رو از نور خودش آفرید،
اون حقایقی که خدای عز و جل اونها رو در بلندای معرفت از نور جلال عظمتش آفرید که شدن مثل خدا، مظهر قدرت و علم و کمال و معارف بلند که امام آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام به عمران صاوی می فرموید راجع به نور جلال عظمت، می فرموید و نور فی هذا الموضع اول و فعل الله. پیغمبر خدا هم می فرماید یا جابر اول ما خلق الله نور ربی یک. اون حقیقت نور اولی که به بیان زیارت جامعه می فرماید و تمام نور خدای عز و جل این نور رو کامل آفرید، اون اسم مخزون مکنونی است که حقیقت حیات است، الحی القیوم، اون حقیقتی است که دارای ولایت کامله الهیه است، اون حقیقتی است که وجه الله است، عین الله است، اذن الله است، جنب الله است، علم الله است، قدرت الله است، با تمام ویژگی های بلندی که در زیارت جامعه می فرماید و تمام نوره. این تمامیت نور یعنی چی؟ یعنی که خدای عز و جل اگر بالاستقلال هرچه دارد از ذات خود دارد، هیچ گونه شباهت به خلق ندارد، باید او را از مقام تعطیل و باطل بودن خارج کنیم، آنگاه او را تنزیه کنیم از هر گونه شباهت به مخلوق. این نور اول هم خدای عز و جل او رو نور آفرید، فعل خودشه و فعل خودش غیر خود اوست، ابدا سنخیت با ذات خدا نداره. این فرق مهم در همین کلام است. حالا لا فرقه رو میگیم، لا فرقه در این که خدای عز و جل ما داریم بیان میکنیم یه چنین حقیقتی است، مخلوق اول، نور اول که حقیقت خاندان عصمت و طهارت، اون نور اول است، اون مبدع اول است، اون بدع اول است، اول آفرینش حضرت حق تعالی است که نورش کامل و تمام است، که لازمه وجودی نور کامل و تمام اینه که خدای عزوجل همه کمالات رو به او عطا کند تا بشود مظهر حیات برای همه خلق و همه موجودات. حالا که این معیار رو ما فهمیدیم که پس پروردگار عالم یک ذات قیوم احدی ازلی است که احدی المعنا هست، یک چنین حقیقتی که دارای معانی به معنای معانی مخلوقی نیست، تصور احدی بر این نمیاد، اون حقیقتی که هرچه دارد از خدا دارد، اون حقیقتی است که لازمه ذات اون نور همه چیز است. این دو حقیقتی که کاملا با هم تفاوت دارن، این توحید شیعه است، این توحید اهل بیت، این توحیدی است که طریق معرفتش قرآن و سنت محکم، بیان معصوم، اون کسانی که از جانب خدا خدا رو معرفی کردن. پس دو حقیقت ما در نظر داریم، یک حقیقت غنی به ذات، حی به ذات، عالم به ذات، قادر به ذات، و یک حقیقتی که عاجز به ذات، ضعیف به ذات، جاهل به ذات، که هر آن همون حقیقت نور اول هم محتاج عنایات و الطاف و رحمات واسعه حضرت حق جل و علا به اون بوده. این دو حقیقت مسلم دو حقیقتی است که ابدا سنخیت ذاتی با هم ندارن، اون خالق است و این مخلوق. الهی انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. الهی انت الحی و انا المیت. همینجور در الهان دعاها و زیارات حضرات معصومین به ما این چنین آموختند. الهی انت العالم و انا الجاهل. الهی انت الحی و انا المیت. با الهان مختلفه بین این دو حقیقت چنین مطلب است که خدا هر چه دارد از خود دارد، به ذاته دارد، و خلق اول هر چه دارد از خدا داره. با توجه به این معنا حالا ما میخوام این فقره از کلام امام معصوم رو
در این دعا متوجه بشیم که لا فرق بینک و بینها، فرقی نیست خدایا بین تو و بین این معانی. یعنی چی؟ خیلی مطلب مهمه. فقط یه الا و استثناء اینجا داره، الا این که این معانی، این ولات امر، اینا عبادک و خلقک، ضمیر انهم چون جمع، ضمیر جمع برمیگرده به ولات امر. وقتی این ضمیر رو برگردونیم اونم با کلمه عباد، چون نور اول درست مظهر کمال و تمام و عبودیت خداست، اما با توجه به این ضمیر پشت سرش هم میفرماید عبادک و خلقک، مطلب خیلی بلنده، میفهمونه این ضمیر برمیگرده به ولات امر، والیان امری که اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعو که بگی ولات امرک. اینا کیان؟ المأمونون علی سرک، المستبشرون به امرک، الواصفون لقدرتک، المعلنون لعظمتک، اسالک به معانتق فیهم من مشیتک و جعلتهم معادن لکلماتک و ارکانن لتوحید که و آیاتک و مقاماتک التي لا تعطیل لها في كل مكان يعرفک بقام عرفک. اینجاست لا فرق بینک و بینها، فرقی بین تو و بین این ولات امر نیست الا انهم عبادک و خلقک. حالا اینجا باید معنا بکنیم الا انهم عبادک و خلقک که شرح الاسمیست و باید این کلمه به دنبال، چون استثناء کلام قبل است، باید به دنبال قبل معنا بشود که میفرماد اگه فرقی بین تو و بین این ولات نیست، فرق اینه، اینا عباد تو هن، اینا خلق تو هن، اینا تو اینها رو آفریدی. با توجه به این معنا حالا باید معنا کنیم که معنای واقعی و جامع و کامل این معنا در کجا باید یافت بشه. ان شاء الله توجه همه بینندگان عزیز رو جلب میکنم که در جلسه بعد نظارگر مطالب بلند در این زمینه باشیم که تنها جمله‌ای که همه رو شیفته خود کرده و مورد توجه همگان قرار گرفته این جمله است. من یه حدیثی رو فقط بهش اشاره کنم که در اذن دخول امام معصوم میخوانیم الحمدلله الذی من علینا بحکام یقومون مقامه لو کان حاضرا فی المکان. خدایی را سپاسگزارم من بنده که خدا بر من منت گذاشته به آقایان و حاکمان و امنا و سفرایی که اینها جانشینان خدا هستند، امینان پروردگارند، سفیران الهی هستند که اگر بنا بود خدای عزوجل مثل اونها حاضر شود، مکان بگیرد، اینها در جایگاه او قرار دارند. این روایت هم خیلی بلنده، این اذن دخول و ید دونه دونه و فقره فقره مثل همون جمله دعای مبارک و اون زیارت بلند پایه مورد توجه قرار بگیره. خدای عزوجل به همه ما معرفت کامل در مقام معرفت به خاندان عصمت و طهارت عنایت کنه. انشاءالله در مجلس بعد و جلسه بعد دنباله عرائض خودمون رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح زیارت رجبیه.